بینندگان عزیز سلام و درود جنگ در خاور میانه جنگی که در واقع در بدنه ماشین عملیاتی مشترک اسرائیل و امریکا یک یک چاکی یک گسل به وجود آورده و این گسل به زودی ترمیم میشه و دوباره جنگ در میگیره یعنی این جنگ شباهت به گلاویزی دو نفر یا دویل نداره یعنی در اصل مشابه به با یک بازی فوتبال است که بین یک تیم با دیگه تیم در جریان است یعنی این جنگ جنگ ایران و جنگ غزه جنگ حزب الله با اسرائیل نیست جنگ ایران با اسرائیل نیست جنگ چندین کشور و علای چندین کشور است که ما به اصطلاح همین ابعاد مختلف شد تشریح خواهیم کرد در برنامه بعدی اما فعلا ببینیم که از دیشب تا حال چی اتفاق افتاده ما گزارشات به شما دادیم اما لایه است که باید برداشته شود و نقاط کور و نقاط مبهم ما روشن بسازیم که چه اتفاق افتاد و قرار است چی اتفاق بیفتد پامیر مامون با ما از بخش پژوهش در رابطه تمرکز کرده در ساعت اخیر ما رشته صحبت با پامیر میدیم سلام به شما و بینندگان عزیز و گرامی خب قبل از اینکه به بررسی اوضاع بپردازیم کنیم که ما دوباره خانی کنیم ها که عملیاتی که صورت گرفت یک عملیاتی بود و راه نظامی صورت گرفت پایگاه های رکینه زدن از اونجاست پایگاه های بسیار مهمی است و بسیار کلیدی است خصوصا برای فنکشنالیتی فانکشنالیتی فرض مثال اپرات با کار اندازی یعنی فعالیت بودن فعال بودن قوات هوایی اسرائیل بسیار کلیدی هستند خب اول چیز از تل مقر موساد از که دوره خبر داریم گزارش هم شد پایگاه هوایی تلنوف او در جنوب تلویف است پایگاه تلنوف که از یکی از پایگاه بسیار کلیدی برای هواپایمه های جنگنده اسرائیل است البته جنگنده های مختلف از جمله F-16 و F-35 است و همچنان دارای هلیکوپتر ها و واحدهای نیروهای ویژه هم است و یکی از تاسیسات اصلی نیروهای هوایی اسرائیل به حساب می که البته از پایگاه هوایی چندین بار تیارا غذا را بسیار سخت بمباران کردن یکی از پایگاه هوایی بسیار کلیدی اسرائیل پایگاه هوایی تلنوف است که در جنوب است یک پایگاه بسیار کلیدی و شاید از تمامشان که کلیدی تر باشه مهمتر باشه پایگاه هوایی نواتیم است پایگاه نواتی، نواتیم در صحرای نقب است در جنوب اسرائیل یکی از پایگاه هایی است که البته اون پایگاه است که تمامی اکمالات که از طرف غرب بر اسرائیل میاد یعنی پایگاه و تیاره ها کارگو از جمله بمبایی که اینا در غذا و لبنان ریخته هستند و همچنان در سوریه یکی از بزرگترین پایگاه اسرائیل است و همچنان دارای اسکادران های جنگنده های F-35 است البته و جایی که بسیار پیشرفته است و البته گزارش شده که این عمله که دیشب صورت گرفته این پایگاه را عملا بخی از کار انداخته که یک ضربه بسیار کلان است پایگاه یوایی دیگه را که نازدن برام حادزریم است که هم در مسهرهای نقب است در جنوب اسرائیل و حادزریم هم یکی از, از البته زاد با حساب عملیاتی استفاده نمیشه اما جا وایده های آموزیشی به پروازا و اسکادرانای پایمای جنگیده وجود داره و همچنان البته چیز هم است. میوزیم نیروهای اوی اسرائیل هم در است یک میوزیم هست که جنگ های اوی اسرائیل در جنگ های که زده عرب انجام داده بودن در دوران جنگ سر وارکل چه در نمادین به نمایش گذاشته یکی خب دیگه پایگاه های رکزه سه پایگاه بسیار کلیدی بود و به از فقط رادار استراتژیک استراتیجی که در نقب در جنوب تل خب در جنوب اسرائیل و همچنان گفتن که یک مرکز تانک و سربازا رو در اطراف غزه زدن اطراف غزه یعنی که در چهار دوبار غذا که اینا جمعوری کرده بودن که نقاط جمعوری تانک ها و سرباز هاست که جمع میشن و بعد از اون مموریت میگیرن داخل غزه میشن اونو رو هم زدن منظورش از نتزاریم است نه نتزاریم دیگه است خب بله همون نتزاریم از نتزاریم اکسسی که در شمال غزه است در موجه اما قسمه که نام بردن گفتن مرکز تانک ها و سرباز ها در اطراف غذا امکان داره نتزاریم من باشه امکان داره که یک تا در جنوب هم است در پیش رفع. Uh, یک اکسس دیگه است. نامش نام شادم رفته او هم است نمیدونم میشه اما از می دو تا یک شه زده یا هر دو خب... شد زدن خب, عبی... طال... خب مشخص نیست که از چین و موشک های تال استفاده شده گزارشات وجود داره به حساب از اینکه موشک های خیبر شکن استفاده شده باشه اما بعض برخ اه... اه... گزارش ها است که از موشک براولین بار از از هایپرسونیک فتا یکم استفاده شده باشه که تا حالا من پیدا نکردم در ویدیو که دیدم دیگر در حساب عملیاتی گزارشم رسمی ما ایره پیدا نتانستم که از استفاده کردن یا نکردن قسم که عملیات اینا انجام دادن راکت های بالستیکی که اینا انتخاب کرده بودن گفته میشه که دوازده دقیقه در هوا بود و راکت فتا یک برخلاف راکتای بالستیک دیگه قابلیت از داره که در سه دقیقه خود به با, اس، با اسرائیل برسانه به این منظور یعنی که اگر عملیات هم از فتا یک استفاده شده باشه اول باید بالستیکا خود به با داخل اسرائیل رسانده باشن و بعدا اینا فتایک یک شلی کرده باشن که یک جای خاصی زده باشن اما بدون از آن وقتی که بالستکا خودش تانسته بزنه امو ضربه ای را که بالستکا میتونه بزنه امو ضربه را فتا یک هم بزنه. فقط فرقش در مانع رو در صورت است خب. که از نگاه عملیاتی شاید اون استفاده نکرده باشند اینا. اینا در عملیات وحده صادق اول حدود 300 موشک کروز پهپاد و اینا بالای اسرائیل پرتاب شد که 98 درصدش راهگیری شده بود با وسیله ده کشور منطقه حدود بله. حدود حدود 200 هایپرسونیک فتا اونجا استعمال شده این چطور که تقریبا به گفتی خود امریکایا که فقط همی ده ده موردش راگیری شده دیگه همه به هدف خورده یک ادعا وجود داره که اینا حق شده بودن و مقامات ایرانی یک ادعا کرده که حق شده بود قبلا فلج ساخته شده بود بعدا عملیات شروع میشه یعنی فلج ساختن به می سادگی یعنی خوب کاملا شکستاندن تلسم امریکا و اسرائیل است این مگر ممکن است خب اولی که دوباره بگم که راکت که در برابر اسرائیل استفاده شد راکتای بالستیک بود نه هایپرسونیک هایپرسونیک فتا تا فعلا معلوم نیست که استفاده شده یا نشده اما به و راکت بالستیک بود که خودا در دوازده دقیقه رسانده بودن که بالستیک ایرانی قابلیت از ایرداره که در دا دوازده دقیقه خدا به تلویف یا به اسرائیل برسانده دیگه ای که از گزارشی که شما میگین از حساب سایبری او ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه هم گفته بود که ما همزمان با می که انجام دادیم یک عملیات سایبری گسترده ای را در برابر سامانه های پدافی دشمن اسرائیلی انجام داده بودیم که باید شد که موشک های ما به اداف خود برسند خب ب... برخلاف و حمله سابق وعده صادق اول بود در حمله امروز تفاوت بسیار منحصر و فرد آجیب و شکست بزرگ تمامی سیستم های دفاعی در سراسر خوار میانه است اینجا خطناز اسرائیلی ها نام بردن اینا که گفتن که از حمله سایبری استفاده کردیم دفاع اسرائیل هست. اما یاد ما باشه که دیج امریکا، انگلیس، فرانسه و حتی متحدین عربش هم بر دفاع از اسرائیل در برابر ایران آماده بودن مثل دفعه قبل خرابی یا خرابی سبوتاج یا که حق شده باشه سامان های پدفعی میتونه به تقریبا یک, یک, ربط داشته باشه بر با رفت آمده های تیاره باربری روسی که در بیچار رفته یا یک ماه یا بیشتر از یک ماه گزارشات شد پشت پش ما دادیم از روسیه یک رنگ کارگو میامد. کارگویی که فقط تجهیزات نظامی انتقال میده و تاریخ چند داره کد تیارایی که استفاده شده به کل از او مربوط میشه به اون تاریخ انتقال، انتقالات تجهیزات نظامی که از روسیه به دیگه کشورها می در چند دوره شایگو چند دوره رفت, رفت آمد کرد در ایران یک تئوری دیگه هم که در روسیه نش... در ایران نشست کرد فکر میکنم یک هفته یا یکونی مفته یک پیش بود که گفته میشن که تئوری نفربر بود نفربر نظامی که دو امکان داره که یک تیم ویژه خاص از طرف روسیه آماده باشه به با ایران و البته یک چیز دیگرم دوستا یاد شام نره که نخست وزیر روسیه هم در ایران بود پیش از که حمله صورت گرفت و آمده بود که نظارت بکنه پیش از پیش و البته وقتی من نخست وزیر روسیه میگم شما دیگه فکر نباشین که روسیه حتما نخست وزیر داره مثل که شما فرض سال رئیس جمهور دارین نه در روسیه فقط یک رهبر است که پوتین است دیگه چهار طرف از او همه کسایی که کار میکنه مربوط به کی بی و اف بی میشه به شمول همین نخست وزیر وقتی که وارد میشه داخل یک کشوری به عنوان یک اپراتیف میه نه به عنوان یک نخص وزیر کار از او بسار مشخص است این که از روسیه آمده بود در داخل ایران قبل از ای که عملیات ها پلان شده بود ربط داره به فلج شدن تمامی پدافندای هوایی در منطقه در خواهر میانه امکان داره چینایی هم دهی باشند چون محور محور شرقی است اونا هم در دست دارن. با آمدن از اون با با آمدن تمام تحرکاتی که بود بین روسیه و ایران و شایگو چند دوره رفت آمد کرد حالی که عملیات صورت گرفته نشان میده که عملیات برخلاف وعده صادق اول موفق بوده به دلیل ازی که تمام پدافندای یو یوی در منطقه بی بود تمامش بی بود و این بسیار یک چیز خطرناک است و چیز عادی نیست و ای یک چیز دیگر هم بگیم که ظرفیت ایران بالاتر هم از کمه فلش ساختن چیز پدافندای چندین کشور در میانه. که چهار تا از اون کشورهای بزرگ است و تقریبا تمام کشورهای منطقه که متحد از ایناست کار عادی نیست کار یک کشور نیست کار یک نیرو نیست چون اسرائیل عملا از طرف انگلیس ها فرانسوی ها آلمان ها و ها کمک میشه در زدن حزب الله نقش کلیدی داشت اطلاعات امریکا تمامی و قماندان ها از از گرفته تا پایان امریکایا اطلاعات داده بودن که اسرائیل اونها ترور کرده امریکایا بود حال نظر میرسه که منطقه خاور میانه تقریبا بین محور شرق و غرب عملا به یک میدان جنگ تبدیل شده در اونجا چل هزار نیروی آمریکایی پیش از پیش از امروز نیویورک تایمز اعلان کرده که سه هزار سرباز دیگر می چهار میره چل هزار سرباز سه هزار دیگر بچی میره خب معلوم نیست یا یا سربازا اضافه هستن یا اینکه که 3000 به بسیار کم گفتن یا اینکه که 3000 نفر کدام تیم ویسا خاص ویژه عملیاتی است که آمریکا به خاور میفرسته بعد از ای این است اما در کل عملیاتی که ایران انجام داد یک عملیات بسیار خطرناک یک مسجد بسیار و ایران گرداشت با اون مسجد چند چند چیز است یکی ایران میگه که دروازه تان باز شده حالا هر جای بخوای ما زدن میتون من رقمی که باقری گفت سردار باقری دومی که امو قابلیت راکتی و موشکی که ایران داره امو قابلیت موشکی و راکتی را یمن هم داره حزب الله هم داره حزب الله که بیخی با اسرائیل چسبیده است وقتی که 2000 از دو کیلومتر دور 2000 دو قرار تای میکنه بدون از اینکه ردگیری و به شما را بزنه پایگاه تان نابود بکنه اینا شما تصور بکنین کو راکت ها اگر از لبنان فایر بکنن بر سر اسرائیل چی و یک چیز دیگر هم باید البته یادآور شوم که امروز حزب هیچ اسرائیل آرام نماند یعنی هر جایی که پست نظارت از اینا یا اطلاعاتی که برشان رسید در جا تجمعی قوات اسرائیلی شده اینا را بمباران کردن کرد راکت دوازده عملیات بر تجمع سربازا کردن و گفتن میشن تلفات بسیار سنگین است و این گزارشات ها البته خبرگزاری خود اسرائیلی گفتن که تلفات بسیار سنگین است گرچه اونجا یک بلک اوت است که مطلق پد کرده روان هستند تمام چیزا را اما گزارش شده میره یک چیز بسیار عجیب دیگه هم رخ داد کورم یادآوری کنم که عمله ایران که شو شروع شد زاد وقت نگذشته بود که برک راوید خبر خبرنگار اسرائیلی که با اکسیوس کار میکنه بسیار بزودی توییت کرد گفت که ما از مقامات اسرائیلی و امریکایی شنیدیم که بخی ناکام شده ما تمام از یار زدیم اسرائیل چیز حسابات نکردن تا که یک ویدیوایش خود مردم اسرائیل چون سال و نوشان بود ایدشان بود شاید تاسو بیدار بودن کل از ویدیو ها رو گرفتن انترنت که انداختن و خود خود ثبوت ها شد پروژه از اول همی بود که به صورت مجرده که خبر حمله پخش میشه اسرائیل باید تو رو بکنه و بگه که هیچ زدن نشده البته اگر ویدیو ها گرفتن هم تقریبا در تاریکی بود کلگی یعنی شبکه اجتماعی بهترین نقش در روزنامه‌نگاری امروز ایفا میکنه در, 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 در اصل امروزی ما فکر میکنم بهترین روزنامه‌نگار مردم عادی است که سال هم تلفن هم بسید دیگه کل روزنامه‌نگار ها و خب روزنامه‌نگار تمام خبرگزاری هایی که شما میبینین تقریبا یک طرف عقب از او است که به نفع از او راپور میده اگر شما در ایران بگیرین اگر در غرب بگیرین از جمله رویترز از نیویورک تایمز از واشنگتن پست است اگر آرتی رو بگیرین در روسیه روسیه تو دی است اینا همه از اینا یک جنای دولتی داره و یک میدیای کنترل شده است یگانه چیزی که از چیز کنترل بسیار مشکل از کنترل کردنش اینترنت است و اینترنت یک چیزی است که بسیار کوشش میکنن برای کنترلش اما حتی کشورهایی که مثل چین و کره شمالی هم اونها نمیتونن رو به درستی بند بکنن یک یک نتورک باز است و شبکه های اجتماعی است دیگه تکنولوژی از حالا هر کس یک چیز میگیره یک چیز میخونه یک چیز نکنه روان میکنه در اینترنت میندازه فقط نمیشه چیز حالا خب یک چیز دیگه که مطرح است از دین شب عادی شب تاله یک سردار جنگی زبدی ایرانی در ضمن اعلامی خود گفت که اگر حمله دوباره صورت میگیره یا امریکا در اون مشارکت میکنه تمامی زیر ساختای نفت و گاز در خاور میانه را ما تبدیل به آتش میکنیم در اطرافشان ای از نظر اونه به صلاح تسوی... چشمنداز استراتیجیک جنگ معنایش چی است؟ معنایش همین چیزی است که ما در برنامه قبلی که ما شما صحبت کردیم از جنگ انرژی صحبت کردیم که پلان منطقه یه از که امریکا را از انرژی جدا بکنه از انرژی جدا بکنه به غرب و به بحران بکشه و اونا رو مجبور به موافقت بکنه یا گفتگو بکنه یا ایجاد چوان چند قطبی ایجاد یک یک کاری بکنن که اینا از 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 زورگویی و از هژمونی خود دست بردارن بر سر جهان در خاورمیانه وقتی که اینا صحبت میکنن نزدیک امریکا باید در این چیزا دخالت نکنه به این مناس که قابلیت از این مال پیدا کردیم که تمام نفتا و اسطای شما را هم بزنیم و یک مسج بسیار قوی تر در قبضی است که یعنی در پشت ما اما ایروهایی است که شما از اونا بسیار ترس دارین و دشمن اصلی تان هست اما چین و روسیه و اینا رو میگه و این دلیل وجود نداره که شما در جنگ فرض مثال نقش چین و روسیه رو در نظر نداشته باشین امریکا عملا در برابر از اونا موزیگیری کرده اونا رو با چالش کشیده میره و بسیار طبیعی است که اونا بیان که ایران همکاری بکنن در خاورمیانه آمریکا امریکا رو با چالش بکشن یگانه نقطه که شما آمریکا رو میتونن با چالش بکشین خاورمیانه میانه است چون چلا از سرباز سوجه امروز خامنه ای هم به نحو یعنی مشابه و می حرف ازاد. گفت که مشکل اصلی برخی کشورهای اروپایی از امریکا است باید از منطقه خارج شوند مشکل حل میشه و تمام کشورها اداره خود خودش به دست خود میگیره و, و این سخنی که مثلا در دراز مدت ممکن است دور و دور تاسیسات انرژی دور و دور امریکا را پایگاهش از تاسیسات انرژی خالی میکنن میزنن تبدیل به آتش میکنن این شباهت داشت در واقع با مفهوم سخنان خامنه ای بله پلان همی از در دراز مدت که امریکا رو باید از این میدان بیرون بکنن تا زمانی که امریکا در, در سر مغزن از انرژی در ششته ششته او هم در آسیا در قاره آسیا هیچ وقت فرض مثال قدرت اصلی زور نمیکنه از این ای قاره چین روسیه و ایران همیشه زیر ضربه خاط بود اما رقم کال پلان است که جبه افغانستان رو سر از یاد باز کردن هستند و خاطر از است که در 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 خاور میانه امریکا ششته سر مغزن استیل با متحدای عرب است که تمامش پولدار است و فند میکنن تمام جنگ کار از خود جور است تا زمان که ای در منطقه از برابر همه کار میزنن نیاز بر ترس هم نیست بر امریکا یکوانا چیزی که او ترس است که در این منطقه با چالش بفته شما ایره نمیتونه در قاری امریکا با چالش بکشین بخاطر که جغرافی از او منزوی دور از همه است با کسی همسایگی نداره با کسی که همسایگی داره هم یکیش کانادا دیگهش مکسیکو هر دوی از او امریکا است تقریبا پس ائتلاف آسیایی به چین و روسیه و ایران یعنی عملا تصمیم گرفتن که امریکا را پایش به جنگ مستقیم بکشانن تا اطرافش آتش بزنن و این مجبور به خروج شود خب مثلا همیست که در خاور میانه اگر پای امریکا رو بخواین اینا به جنگ مستقیم بکشن اینا مجبور هستند که تمام نیروهای که ایران در قصالا ایجاد کرده و اونا رو عقبش هم حکم بکنن و تصمیم به بگیرن که تمام از اینا رو ما اکمالات میکنیم سلام میتیم اطلاعات میتیم و اینا پایگاه امریکا را هم روزه بزنن که از ایراق شروع تا سوریه تا لبنان تا یمن تا هر جای دیگه که هست این پلان امکان پذیر هم است در دراز مدت شدنی هم است اگر چالش های جهانی ادامه پیدا بکنه و راه حل پیدا نشه فرض مثلا بحران خاورمیانه میانه اوکراین و تایوان و دیگه و دیگه ای که ادامه پیدا بکنه یک روز اینا تصمیم میگیرن که دیگه وقتش رسیده که ما باید با چالش بکشیم اسرائیل با چالش کشیدن اسرائیل یک سال شد تقریبا اون یک سال میشه بعد زح... یک یک روز بعد او رفت بر دام افتاد از ایدام بر آمدنی ای نیست هیچگاه از ایدام بر آمدنی ای نیست و شوک هم دیده روان است پشت پشت که انجام دادن ترور با به کمک امریکایی ها صورت گرفت و ترورایی بود که از البته اسرائیل از, از که از بر از و برای قابلیت از این کار داره موساد کارش کارش کارهای... سبوتاج و سپیوناج و ترورش بسار در تاریخ و در این کدام نیست که اونا قابلیت این کار داشتن اما طرف مقابل هم قسم ترسیم شده که در برابر از این ترورا هم یک نوع مقابله و مقاومت وجود داره که ترورا باعث نشه که تمامی ساختار و, نظم نظم مقامتی که ایران در منطقه ایجاد کرده از بین بره نه اونا جایگزین چه هست سیستم بربراز و کلگی برای کار آماده است. همه کسایی که دیگر وا کار میکنن او اولین چیزی برای درس آدم میشه ایست که شما در رای فدایی روان هستین و ما کل ما کشته میشیم و شما نباید رایتان از خطتان جدا شد و فرض مثال یک کسی به نام حسن نسالله میموره یا سلیمانی میموره یا ای یک کسی دیگه از خطتان تیر نشینی اینی میگه بله. یا سنوار هم که بمره تماس کار خود ادامه میتن بله امروز ایران در یک اقدام به سابقه یک فیرست منتشر کرد که در سرلاوهش عکس ناتانیاهو است یازده تن از سران نظامی و دولتی اسرائیل است کی اینا گفتن که به عنوان هدف ترور از طرف ایران مشخص شده پس به این شکل هیچ کس در هیچ جا احساس امنیت نخواهد داشت ای, ای او را شکار میکنه و ای او را شکار میکنه بنان این جنگ از ای به این شکل که شروع شده پایان رقم خواهد بود یعنی مرحله این به چه ترتیب خواهد بود ببینید جنگ کار شروع شده بسیار بدتر هم خواهد شد خاصتا در حساب خرابکاری و ترور ترور متقابل اسرائیل این ترور ها رو شروع کرد به این رقم به شکل بسیار سریالی البته ترور همیشه وجود داشت اما به شکل سریالی در ظرف تقریبا یک یک یک, یک سه هفته و سه و نیم هفته اینا تا ترورای ایران انجام دادن در خوار میانه که دلشان بود که بخیر ساختار را ختم بکنن یا آغاز کردن اگر کسی به این ای فکر است که فرض مثال قابلیت ترور کردن فقط موساد امریکا داره شما ده حساب اشتباه میکنه ده ای کارا ایران ده ای کارا روسیه خاصتا تاریخ روسیه دار رو بسیار پخته است بسیار دست بالا داره ده چیز ایران شک نداشته باشه تاریخچه چه که استخبارات کرده و شما اگر یک دفعه سیدر عمیق بخونین اونا یک نفر 20 سال تعقیب میکنن 20 سال با ترورش میکنن اینه تو صبر دایی هم وجود داره خوبی این گزارش شما گفتین البته گفتم میشه که وزارت اطلاعات ایران نشر کرده ما فکر, نمیکنم درست باشه بخاطر که ایران رقم یک یک چیز نداره خدا خدا به افشا نمیکنه خودش افشا نمیکنه تا تاریخچه رقم کارا نداره اما در کل اگر تصمیم به ترور کسی گرفته باشن یا بخواین کسی را ترور بکنن دستشان باز است که قوی است طرف مقابل هم در میدان است اگر واقعا کسی را بخواین ترور بکنین کلاگی قابلیت قابل ترور است این میخوام نه هم قابل او او ترور است ترور،, ترور اگر اگر از سرگزار بود اگر تعیین کننده می بود امروز اسرائیل کاملا نجات پیدا میکرد و کاملا یک کشور رویایی و آرام نتیجه نداره نتیجه بینی با شکل ساله یک خوبی از اینجا اسرائیل به این نظر است که با ترور کردن میتونه طرف مقابل فرض مثال ضعیف بکنه که یکی از اشتباهات محاسباتی است که اونا به او روی آوردن اما ایران و محور مقامت در کل محور شر دلیل بینن که فرض مثال ناتانیا یا گالانتا بکشن ماندن از اینا هنوز بهتر است چون یا هم رویسی ها شده هم جنگ با چهری از امیا دوام داره و شکست هم باید به با چهری ختم شد یک یک مسئله آینده است که به حساب پروپاگاندا هم پیش میرن اون مساله هست و که کشتن از هم چیزی را از از اسرائیل نمیکاسه هم رقم یک طرف مقابل ضعیف نمیشه اسرائیل هم ضعیف نمیشه اون مثل حزب الله و اینا مزار یک رقم نفر دارن اسرائیل در حد یک جنگ روانی مسائل مطرح میکنن بله اما ترور از ترور کرده این رقم زدن خطرناک تر است که دو راکت سرت می و پایگاه هوایی تا کلش میزنه و تو دی تصور میشینی که خب اگه او میخواست میتونست کل شهرها رو بزنه مردم بکشه خب اگه خو نخواست اگر حزب الله قابلیت خوب هم داره اون میتونه این کارو بکنه خب فعلا مقامات نظامی ایران گفتن که فیصله به می شده که تاسیسات نظامی زده شود حتی بله. تاسیسات اقتصادی هم اینا در بر... دی ای برنامه شامل نکردن این مربوط به مثلا در گیری های آینده انداختم که چی اتفاق می افتاد در اینجا ما می بینیم که حمله ایران در یک زمانی شروع شد که بنا بود که اسرائیل وارد خاک لبنان شود از طریق زمین بله. بسیار تبلیغات هم کردن که حمله زمینی حمله زمینی این تبلیغات تقریبا ما میتونیم بگوییم که قدامتش دما هست یعنی دما پیش بله. میزدن حرف می آله، اگر بحث حمله زمینی باشه آیا ای واقعا یک چیز شدنی است یا یک شعار خیالی است ببین اینا شعارهای بسیار کلان کلان دادن و باید به با اساس از او اقدام بکنن اسرائیلیا با دیگه ای مساله مسئله خاور میانه مساله جنگ آلو با دست امریکا است اونا هدایت میتن که در کجا چی رقم حمله شود اگر اونا تصمیم میگیرن بگن شما باید جنگ زمینی بکنین باید اسرائیل برای جنگ زمینی بکنه اما مسئله جنگ زمینی چند گپ است در سال 2006 جنگ زمینی که اسرائیل کرد بسیار ناکام تمام شد اونا تصمیم گرفتن گفتن ما میریم تا دریای لیتانی از بلار شکست عقب نشینیم خلاصلاش میکنیم بازم همون جرم میگیریم اینا در اوائل یک چهار کیلومتر پیش روی کردن تا آخر جنگ که البته 19 روز اینا جنگ زمینی رو دوام دادن 11 کیلومتر رفتن و هم در جنگ گرولایی گیر افتادن که تلفات از اینا بندازه بود که بالاخره مجبور شد که عقب نشینی بکنه بعد از اینکه ملال متعید هم یه چیز کرد مداخله کرد اونا عقب نشینی کردن چرا که جنگ گرولایی باندازه سخت بود که اینا نتونستند استاد جان. و دیگه که اسرائیل تاریخچه جنگ زمینی رو قدر خوب نیست در جنگ های زمینی حتی در 1967 که اینا در جنگ 16 کل کشورها را قلقم کردن در جنگ زمینی اینا پس مانده بودن اما نیروهای هوایی می آمد طرف مقابل زمینش خالی میکرد اینا پیشروی میکردن و بسار یک جنگ ناچیز که تانک و تیار مثل... و نفر مثل... مثل غزه مثل غزه خب غزه باز یک تفاوت, تفاوت دارد در جنگ 1967 این اردن که امروز بیخی خوار بیادر از کرد نتانیاهو در برابر از اینا جنگ میکرد دمو شاش روز جنگ اینا مصر کت سوریا در دو روز و سه روز اول پرانده اینی مصرائیل ها او دو سه روز جنگ دیگه در جنگ زمینی که اردن دوام کرد و هم اردن قبل نشینی کرد پس خبر شد که چیز جمال ناصر دروغ میگه تمام نیروی اویش ویران شده او نمیخواست را به خود بپذیره باز رفت یه چیز یارش بر از اینا داد اینی رقم بود در جنگ یوم کیپور که جزیره سنا را پس برای مصر دادن در جنگ زمینی اگر شما جنگ بخوانید در هوایی اینا پیروز بودن اما در جنگ زمینی ها شکست خوردن هم کانال سوئز از پیشون مصری ها پاس گرفتن و بعدا باز امریکایی ها مداخله کردن و باز تصمیم های گرفته شد که چیز انوال سادات رفت کم دیوید خب کرد چند تا از کماندان های خواهر برد خب, خب, خب. خب. وضعیت خیلی متفاوت است از او زمان تاریخ جنگ او ای زمینی ای رو ما در کل نبود باید تو یک سازمان ماشین جنگی نبود آلا در برابر از اینا یک قشون به نام رزوان وجود داره بسیار یک واحدای نخبه است که فقط برای اسرائیل جور شده بله خب اینجاست مساله مسئله چی است رزوان باشه قوات های باشه استالین باشه وقتی نیروی هوایی نباشه شکست میخونی نیروی هوایی طرف مقابل قوی باشه شکست میخونی طرف مقابل حزب چی داره یکی خود نیروی جنگی داره بسیار زیاد فاکتوری که بسیار اینا رو پیروز می چند گپ هست که خود دره از خودشان است منطقه از خودشان است بلد هستن کوچه در کوچه دومی که در زیر زمین است تمام استحکامات از اینو، تمام انبارای سلاح از اینا و تمام راکت‌ها ها و پهپاد و چیزای از اینا هم تو این تاک ماندگی در زیر زمین و دیگه ای که دم در سر زمین هم در زیر هم در شهر کا استحکامات است اگر جنگ در بگیره جنگ شهری هم در میگیره جنگ زیر زمینی هم در میگیره جنگ گوریلایی در میگیره خاصیت جنگ حزب جنگ گوریلایی است نه جنگی که برای تصرف بکنه قابلیت او رقم قابلیت انوز از بلا نداره قابلیتش دفاعی و بسیار کشنده و خطرناک است در دفاع که استاد شما شما در برابر از اونا پیرو شدن تان تقریبا با این خواصی که البته سایل داره برای فعلا امکان پذیر نیست و بدون از او اگر شما تنها فاکتور اسرائیل و حزب را صرف نظر کنین و بگین که خب این امریکا هم است انگلیس هم است و دیگه و دیگه اینا کمک میکنن بله طرف مقابل مال پای روسیه و ایران و چین در و اونا هر کاری که از دستش برای دفاع از, از بلا انجام میده او را سلام میده، انتلیجنس میده، تکنولوژی میده تا که اسرائیل اوجه در با در بکنه این مثلا هم در نظر بگیریم در مسئله غذا خوب بخی معلوم است که اینا افتام اکتوبر یک پین روز باد است دوازده ماه یک سال در یک نوار کوچک اینا زدن انداختن بم انداختن 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 خاک گشتاندن مردم هم کشتن اما سای درک نداره که بره او از،, از تونلا بکشه اسیر بکنه بباره بگه اینا ما چیز برام تو نلوجود ندارم ما یک تا ویدیو ندیم سهی این نیره کم و چپ چلک میگردن از شمال به جنوب و جنوب به شمال که یه یا بپالن در اونجا خب بیخی از اونجا بیخی نامید شدن این تقریبا آل مانده جبهه دیگه خب البته آل یاد محمد امون روزی که ایران عمله کرد بر دی... البته دیشب که ایران عمله کرد بر سر, بر سر اسرائیل یک عملیات استشادی هم در گرفته دو تا فلسطینی ها رفتن اونجا بسار نفر کشتن سلام ولی با... فیلم میشون بود ویدیوش پخش بله و یک زنگ خطر دیگه است ما براتون یک گپ میزنم در برابر اسرائیل در جنگ رو در رو شاید اسرائیل بگی تقریبا تا ایران هم بزنه اگر بخی فرض بکنیم گپش به اوج کشید در جنگ استشادی در جنگ انتحاری در جنگ گوریلای فدایی اونا دیگه برنده نمیشن چیز اصلا دیدن نمیتونی که طرف کیمه در جای بسار آرام ششتگی است دور از چیز یک دفعه انفجار میشه یک دفعه قتل برام میفته و تا, تا،, تا باوش بی را از دست گم میکنی و فلسطینیا یک نیروی بسیار خطرناک هم هستن به این کار که هیچ کمبود بودن تاری نیست اوجه ضرورت نیست یک شبه کشه برای ترینینگ بتا او به دنیا که آمده ترین شده آمده و این بسیار برای اسرائیل خطرناک از دلیلش که او در شکمش چسبیدگی است تقریبا و او از دیگه البته صرف نظر کردن نمیتونه جغرافیا را بکنه در دریا پرده اینال که تعرض زمینی را ما از صبح تا گزارش کردیم چند دفعه اینا خود پیش کردن واحدا رو داخل کردن اونجا با واکنش مواجه شده تلفات داده اسرائیلیا حتی ها رو ما ویدیو شدیدیم که مردا و زخمی ها را میبرن بله. اگر اینها قطع امید بکنن که از طریق زمین دیگه چیزی اصول نمیشه و بخت و اقبالی هم نیست بله پس ای اقدر ای که ویران کردن لبنان و بیروت ویران کردن عواقب از چی میشه؟ طرف مقابل چی میکنه؟ طرف مقابل رهبر خود دست داده تقریبا یک نیم هزار نفرشان در پیجرا بله. معیوب شده بله. و شورای مرکزیشانم، شورای نظامیش از بین رفته اما با تمام قدرت است اونا چیکار میکنن؟ خب کاری نمی کنن که دایت شده وقتی که جنگ می طرف مقابل اونا جنگ میکنن کنن که امروز راکت باران کرده رو هستن تجمعات اسرائیلی ها رو امور رقمی که ما اینا پایگاه ها رو پستای نظامی رو در شمال می زدن. اینی رقم در صورت یک جنگ بسیار تشدید شده که اینا بخی فرض مثال تصمیم بگیرن که بایرانی گو در لبنان در بطن فقط اگه دایت بسیار کم ضرورت است که برای ازبلا الله بگه که راکتای کلانتر رو را بکش بزن شرایش در بطن اینی... خلاص اینا لیگه بس... دمی... در 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 جنگ زمینی آل خینا بسیار توقع ایجاد کردند، بسیار به اصطلاح بلند پروازی کردن اگر این کار نشه یا ناکام بانن در جنگ زمینی کل منطقه میبینه کل دنیا میبینه و هزبلا هم کاملا در جوش خشم خود است این ناکام در زمین تا چی وقتی میره هوایی میزنه بیروت هم هوایی میزنه لبنان هم. هم هوایی داره میزنه تحسیصات شده مثل که ایران زد پس ببینید اسرائیل در چه با, مومد... بس... با کدام امید اسرائیل در موقعیت مصرف است اسرائیل یک اسد است که کشور مستقل نامیدن نمیشه تقریبا به پیش امریکایی ها یک اسد است کشور مستقل وقتی شما صحبت میدین کشور مستقل فرض مثال اندوستان است کشور مستقل ترکیه است این تقریبا مصر است کشور های مستقل اسرائیل ایجاد شده است بازار مصنوی آورده شده در منطقه پرتاب شده نظامی ساخته شده ملیتاری ساخته شده کلیشم پیچکاری کردن با یک نواتون مذهبی و ادیانی و چند رقمی و در منطقه پرتاب کردن که همیشه یک تهدید بر عربا باشه در اول بر عربا بود حالا برای ایران یک تهدید میخوان ایجاد بکنن از او. اسرائیل در مصرف است آل روزش رسیده که اینا در برابر امریکا پلان کردن که در منطقه انرژی در حوزه انرژی امریکا رو با چالش بکشن و امریکا باید یاسته به کار برده بگه بخیر بزن کلاگیر در, در بده ای که وایران میشه میمونه بر امریکا چهار طرف در تو میره دیگه آه گفتم او در مصرف است یک نیروی که منطق داشته باشه دهی دا فکر نمیشه که من چهار طرف خدا بم بزنم با او... با این گپ فهمیده با این که آن چهار طرف میتونه مرام بزنه یک کشوری که فرض مثال منطقش بر اساس یک یک میگن کامن سنس عادی عادی داشته باشه بگه خب من یک منطقه قرار دارم چهار طرف دشمن هست اینا این تو عادیانی در برابر ما جنگ میکنن ایران ما را محاصره کرده او دست به کار نمیزنه به فرض مثال دست به با, با با توافق میزنه به گذر کردن نه هفتاد سال از اینا مردم هم میکشن میکشن از 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 آتر سال کاری نکردن این هفتاد سال زمین کار است اگر نه میتونم زندگی آرام نتیجه را میبینیم نتیجه که 70 سال بعد آلا مثل که یک چیزی را میسازی 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 یک دنده زیرش یک ماین میمونی و میتونی ساختمان شده دلیل چیز که ایر امریکایی ها به روز انداخت ای طبیعی نیست ای, کاری که اسرائیلی ها میکنن مغز از اینا عادی نیست کدام نیروی دیگه می کارو نداره در قرن بیسی با تمام نیرو چهار طرف خود بمبای چل هزار نفر کشتی نال شما فکر بکنید که این بمبایی کینا اینا انداختن فرزم سال 85 تون بمب سر اصلا نسولا انداختن روسیه بره امور پرت سر اوکراین یا سر پولان یا سر کس دیگه دنیا جوش میکنه خب بله بعد این فکر نباشه که نمیتونه هر چیز داره سعیست اما اونا کار نمیکنن اونا نمیره خانه مردم رو در بتن شرار رو ایران بکنن کیف به خاک اکسان بکنن تنها اسرائیل از در قرن بسیکی کار رو داره تنها اسرائیل خب یادی نیست یک, یک،, 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 یک، کشور بیا یعنی یک قسم آینده گم کرده هستن یعنی... نه شده هستن دستکاری شده هستن یهود به عنوان یک سلاح امریکا تو خوب پالش کرد تا یه سال و اینا رو انداخت برابر مسلمان و ده با یهود هم در پراپاگاندا گور افتاد و در پراپاگاندا زندگی کرد و رای خود گم کرد نه چی بکنه چی نکنه خب یه خوی قربانی است که فرض مثال یهود دم توپ ساختن دوباره اما او دفعه خود در اولاق دم توپ در برابر اروپایی ها بود در برابر مسلمان هم داختش دواتشه و او هم تو دست بمباران میزنه که در تاریخ خود یهودی کار نکرده خب این ها کار به جای کشیده که ائتلاف آسیایی خود امریکا را ب... و میدان جنگ کش میکنن بله پلان یعنی اسرائیل پیخ... نمیتونه که به نام سپ... اسرائیل سپر بکنه جنگ خدا پیش میبره بالاخره سپر او طرف میشه مجبور مستقیم می جنگن بله مستقیم نه و پلان هم است که امریکا رو پایش به جنگ مستقیم بکشن امروز هم اتفاقا هم اختار داد هم ایران امریکا رو که دخالت نکنین و دیگه مقامت عراق هم گفت که اگر دخالت بکنین تمام پایگاهتون رو میزنین و ایران در نظر داشته باشین که سوریه هم ارتشش بابرجاز فقط نیاز داره که روسیه هم تو بیه اکمالات بکنه کت ایران و بگیرن وارد جان امریکای ها عملیات بکنن بدون از خود از بالا در خود سوریه بسیار قوی است اسرائیل ببینید چون جنگ های اولی از اسرائیلی رقم یک دست بازار ایسی سو میزنم و دیدیم که دید بس چار شوک اثرش بوش اثرش پراندن بسیاری ها فکر کرده بودن که نه ختم شده آن اسرائیل کل اگر زده میره طرف مقابل دستش بسته هیچ کاری کرده نمیتونه یک محاسبه بسار اشتباه بود طرف مقابل دستش طرف مقابل بیخی دو دستش هم اگر بسته باشه که کله خود یک بار میکنه هر کشوری هم باشه بیخی که ایچ ایچ چیز نداشته باشه اما شما در یک منطقه جنگ میکنین که طرفای های, درگیر کلش ثابت است قدرتش اسرائیل هم ثابت است امریکا هم ثابت است ایران هم ثابت است روسیه هم ثابت است ای که فرض مثال خب به صورت خب حالا شوت که ایران کرد با گل خورد بله حالا اسرائیلیا دیشب کابین فیصله های کرده اونجا امریکایا ها چنانچه بایدن گفت که ما برای یک حمله متقابل رایزنی میکنیم مصروف هستیم در رابطه صحبت میشه mm. امروز نفتالی بنت صدر ازم سابق اسرائیل گفت که گپ کوتا بکنین اول برین تاسیسات هستهی ایران بزنین و بعد از او برین تاسیسات انرژیش بزنین mm. یعنی با اینطور آسان میگن این اگر چنین اقدام بکنن حالا خب به تمام شمشیرها از غلاف بر آمده. بله اگر اینا امیتور یک کار بکنه آیا امریکایی ها بر از اینا اول شرط و شروط میگذاره یا امریکایی میگه که برین انجام بله. میدین یا ای که کدام چیز میکنن پیشنهادات میکنن برای یک جرامت اگر چونین چیزی انجام بدن حال خود تجربه جنگ نشان میده که اسرائیل مثل یک میدان باز است این جایی برای پنهان شدن هم نداره بله. و کسایی که این مسائل تحلیل میکنن دنبال میکنن و این مسائل و این موارد و این موقعیت هست. زمین کمتر متوجه میشن خب اسرائیل یعنی آذر به خب، این کار خب آذر است بعد از اون ممکن است چه اتفاقی بیفتد ببینید زدن ایران یک مشکل از برای اسرائیل چون اسرائیل کوچک است و نزدیک است راکت ها ایران میرسن میزنه و چیز مناطقش محدود است کلان نیست از خاطر در هر جایی که یک پایگاه نظامی است در یک, یک دو کیلومتری از او خانه مردم است اسرائیل از نگاه جغرافی کوچک است ایران از نگاه جغرافی بسیار وسیع کلان از اسرائیل 2000 دو کیلومتر دور است اسرائیل یک مشکل داره قدرت هوایش وابسته به جهت جنگی است زیادتر به اون جهت های پیش رفته سیستم راکتی قابلیت های راکتیش محدود است راکت داره پروڈکشن نداره بسیار محدود است و اگر بزنم باید تا حد باشه که بتانه دفاعی منطقه را دیر بکنه F-16 و F-35 که میره یمن هم در را باید تانکر تیل امرایش سفر بکنه و تیل از بگیره و همچنان وقتی که اگر تیل زرار شده باز تانکرای تیلی است تیارای که تانکر تیل است از عربستان بلند میشه از پایگاه امریکا بر از تیل میتو اونا میره خدای در میزن خدای در بندر در برابر ایران اگر اینا میخوان برن فرض مثال از بزنن بندر عباس بزنن و بسیار دور است از یمن هم کرده دور است پروژه بسیار طولانی است و باید اثر محور مقاومت تیر شود خب اگر فرض بکنیم که اثر اردن تیر و باید از خط عراق تیر و بره داخل ایران شود که بسیار اگرای طولانی است اگر اثر عربستان تیر شود خب باز عربستان باز آیندهش خراب میشه مساله علایده است او اگر بر عملیات بکنه مشکل است چانس ناکامی زاد است و دیگه که گیر آمدنش بسار آسان است امریکایی میتونه. میتانه بغل گوش ایران هستن در شش طرف پایگاه است در شش طرف چی که در طرف پایگاه است اگر بخوایم میره میزد زدن امریکایی ها بکنه بگوی که اینه اسرائیل کرد نه باز اینجا خب بازه یک مساله منطقه هم است قابل قبول راست یا نیست به مردم که گفتم میتونی که نه اسرائیل زده ایران قبول نمیکنه که تو در میدیا برای بگویی که نه اسرائیل زده بود میفهمه که امریکا زده باز یه عواقب داره نه؟ در عواقبش ایران اسرائیل نمیزنه باز در عواقبش باز خود امریکا رو تارگیت میکنن خب یعنی پس اینا چی کار میکنن؟ خب اینا اختار دادن خب بسار اگر عادی نتانی ها میگه که ما سبا ایران آزاد میکنیم امشب راکت خورد و کلشان بسیاری مردم خامتما شده بود بسیار خوشحال بودن که یعنی یک رژیم نو در ایران تاسیس بشه، با بر... از برکت اسرائیل ب... لب دندانشان خنده می زد حیرت ما... کردم ما. از در... من از منطقه من که چگونه فرض مثال اسرائیل با این وضعیتی که خودش داره شبا شوا میره ایران رو تغییر می که مسئله علایده است مگر در مسئله مصره... کشیده بود یکش نقشه خیر بود که شر به حساب خود بود در متحد که کشیده بود او شر خب من نقشه شر محور مقاومت گفته بود نقشه خیر اتفاقا خود گفته بود که عربستان هم کشورهای عربی که متحد آمریکا هست او دیگه شر خ... و ایران اگه شر بکشه باز شر و خیر بکشه اون نقشه سرچپا باید شوه مسئله استراتژی دو طرف متقابل است در مسئله از اینکه اختار که دیگه خب مسئله بسیار عادی است اختار دادن در دا ذات دا آخوند از است در ذات اسرائیلی هم است فرقش است که باز طرف وقتی که اقدام میکنن باز اون رقم است در اقدام معلوم میشه که خب اگر اسرائیل یک کاری بکنه طرف مقابل هم کاری میتونه در مسئله از که شما تصمیم بگیرین که سوال تک ضربه بزنه که ایران فلج بکنه یا البته دور از تصور است اما ایران ضربات وارد کرده میتونه که فرض مثال اسرائیل از کار بیاندازه بخاطر چی که جغرافی اسرائیل بسیار کو، کوچک است و بسیار آسیب پذیر ایران اکثر سر دکوهای زاویروز است دیگه سرش نزدیک به دشتای ترکمنستان و های سیستان و دیگه و دیگه کجا, کجا رو خب شاید معمولیت محول شده برای ازبلا ازبلا انگیزه فوقلاد قوی داره و در دا حاله که مثلا سید حسن نصرالان انوز دفن نکردن ازبلا با تمام قدرت دست به حمله میزنه و این خودش نشان میده که خب ما مثلا از 7 اکتبر پنج روز فاصله داریم بله. و مناسبت هم است برای ایجاد یک انفجار احتمالی جدید بله ممکن است چی اتفاقی بیفته و ای از مجرای از مسیر لبنان بیفته از مس... بازم از مسیر غزه باشه از کدام مسیر باشه از مسیر کرانه باختری باشه بله مسیر کرانه باختری مسیر غزه خوب پیش از پیش تعیین شده است لبنان البته جنگ زمینی نمیکنه باختر که امروز که گفتم جنگ زمینی البته نه بنفس بلاز نه بلاف اسرائیل چون زور اردوش به خاک دیگه نمیکشه او در تونلا پوتاسی هم در سر زمین ارتش ایچیس قوات اوائی داره اگر از بلا داخل خاک اسرائیل شد اوائی میم میزنن ختم میشه خب اوائی دفاعی نداره اسرائیل ایچیس اس از بلا مسئله علای درست در افتوم اکتوبر البته در روز جمعه گفتن میشه که خامنه ای میره در روز جمعه دیگه یک دو روز همی تاریخ چهار است یا پنج چهار یا پنج یک شهست و امام جماعت تهران میشه و اونجا چیزها اتفاق میفته. آه اونجا چیزها اتفاق میفته که یک یک ایونت ایونت ایف... مهم است دیده شود چی این زمان باید تحرکات اسرائیل هم دیده شود که حالا بعد از این حمله چی تصمیم دارن چی میخواند بکنن به خاطر که زدن که کی... گرفت امروز بسار عملیات های آقایشان سر بیروت کم شده بود به خاطر یک شوک کلان به بار آمده بود خب البته گفتن که 20 تا از تیارای 35 ف... از اینا هم ضربه دیده خسارات دیدن اما تایید نشده که طرف مقابل ایران میگه ولی طرف مقابل رد میکنه و رای وجود نداره که ثابت کنی فقط دیگه دو طرف ادعایش اینه اما بر اساس عملیات هایی که صورت گرفت و بمباران هایی که شد خاصتا پایگاه نواتیم که ویدیو هایش نشر کردن اگر تیاره دوجا بوده باشه و تیاره نجات نداره حتما زده شده اما اگر نبوده کنم جای دیگر منم هم میفهم اسرائیل کنم زیرزمینی داره یا نداره معلوم نیست کنم تاریخ چی زیرزمینی نداره تمام عملیات های از از, از, از زمین است او مسئله علایت است اما خب او است اگر تهاره زده باشه نگه بیسا کلان و تهاره نو از غیر. بر صورت عملیات که امروز ایران انجام داد یک عملیات بود افتو اکتبر یک آمدنی است یک روز تاریخی است که ببینیم که در او روز چی, چی روز چی میکنن البته سویلی میک میک هم پلانی داشته باشن ایرانی هم یک پلانی داشته باشن بله. باختری هم یک, یک, یک گزینه است که هنوز شور نخورده همی جبهات که در گرفته یکش کروانه باختری است که هیچ معلوم نیست که به کدام مسیر روان است سات چوب آرام یک چند دوره اوج اسرائیلیات در آمدن عملیات کردن پس بر آمدن آلوجه معلوم نیست که کجاست در هفته هم کدام, حادثه رخ میده خب بگه داد میکنه بله خب هر کدامش میشه کار میکنه چون ابتکارش اصلا از حماس بوده از ما به محور مقامت ممکن است اتفاق های بفته به خاطر از که هم اسمایل هانیا از بین رفته هم حسن نصر الله و این چیزاییست است که همیشه در این منطقه حال مثلا پخته ساخته شده میره برال یعنی در مجموع اسرائیل دوباره با کمک امریکا دست به عمل خواهد زد یعنی با, داره داره. داره. با تشکر تشکر از شما با تشکر از بین عزیز این بود بررسی وضعیت جنگ زمینی احتمالات تهاجم مشترک اسرائیل بر ایران و پاسخ متقابل و ای که چی اتفاق چی شکلی به خود خواهد گرفت ما اختصارا و در کلیات بحث کردیم اما در که بازم یادآوری میکنم این جنگ جنگ تاریخی جنگیست جنگی است که برنامه ریزی شده و به نظر نمی رسه که پایان پیدا بکنه یک زمان ممکن است پایان پیدا بکنه که یک چیز دیگه تاریخ انسان به یک پهلوی جدید بخوره و همه را در برابر یک عمل انجام شده قرار بده